ملا حبت الله آخونزاده رهبر طالبان طی اظهاراتی گفت جنگ دنیا با ما بر سر عقاید بود و این جنگ تا ابد ادامه خواهد داشت ملا حبت الله آخونزاده رهبر طالبان با حضور در گرده همه ی بزرگ علما و بزرگان قومی در کابل پایتخت افغانستان تصریح کرد که جنگ امریکا با ما بر سر عقاید بود و این جنگ تا قیامت ادامه خواهد داشت آخونزاد افزود جنگ دنیا با ما برای زمین و هوا نبود بلکه برای نظریه و عقاید ما بود و تا قیامت نیز ادامه دارد در تقابل اسلام و کفر نه امکان مسالمت هست نه مسالمت خواهد شد و نه چنین چیزی ممکن است وی با اظهار اینکه اگر حکومت طالبان شریعت اسلامی را پیاده کند کشورهای جهان واکنش نشان خواهند داد افزود هدف ما رضای الله است. خواسته های جهان که الله را ناراضی می کند قابل قبول نیست. رهبر طالبان خطاب به شرکت کنندگان در این نشست گفت مردم انتظار دارند شعارهایی که در جریان جهاد داده میشد عملی شود عدالت به سبب بقای یک حکومت است اگر عدالت نباشد ظلم به وجود می آید و حکومت ظلم بقا ندارد آخونزاد تصریح کرد به دو طریق می توان شریعت اسلامی را حاکم کرد ابتدا وجود حاکمان مقتدر و دوم همکاری و همراهی علما عدالت باید عدالت حضرت علی باشد که همراه یک یهودی به محکمه رفت هیچ بیگناهی نباید در زندان ها باشد این عدالت است که بقای یک حکومت را تضمین می کند وی با تاکید بر ضرورت برقراری امنیت ادامه داد اگر در بدن یک حکومت امنیت نباشد و در ادارات دوستگرایی قومگرایی و زبانگرایی باشد این امنیت نیست و چند روز بعد حکومت از بین خواهد رفت و هدف این کار تامین منافع شخصی برخی از افراد مانند حکومت گذشته است رهبر طالبان با اظهار اینکه هدف اصلی طالبان برقراری امنیت صلح زندگی مسلمت آمیز و پیشرفت زیر لوای نظام اسلامی است افزود. شریعت زامن پاسداری از همه ارزش هاست. اگر شریعت بود، امنیت، آزادی، نظام اسلامی و همه چیز ادامه دارد و خداوند متعال به آن برکت خواهد داد. علی اکبری، اخبار شیعه